آی حقیقت، کتاب شما درباره تاریخ حضور سینمای ایران و سینماگران ایرانی در جشنواره کن در قبل و بعد از انقلابه. اول از همه به ما بگین که شما خودتون چه نقشی تو جشنواره کن ایفا کردین، تو حضور سینمای ایران تو جشنواره کن، و آیا شما فیلم ها رو انتخاب میکردین و کلا روند انتخاب فیلم ها در جشنواره کن به چه صورته؟ بله، من یه توضیح کوچیک بدم که این کتاب دو تا عنوان داره، یکی رازها و دروغها در جشنواره کن و تیتر دومش که پایینه که بخش عمده کتاب رو هم شامل میشه، 44 سال حضور سینمای ایران بر پرده سینمای فرانسه، یعنی به هر دو بخش پرداخته شده. اولم کتاب با اون حضور سینما ایران بر پرده های فرانسه از 2 سال قبل از انقلاب شروع میشه که من تازه رسیده بودم اینجا، و بعد در ابتدای انقلاب من شروع کردم به معرفی سینمای ایران با جشنواره صغاره، و خود منم یک فستیوالی در اینجا راه انداختم، فستیوال فیلم های ایرانی که 17 دوره برگزار شد. و در این فاصله من با افراد کن، بعضی از دوستان که در کمیته انتخاب کن بودن، آشنا شدم و یکی از اونها آقای پیریسیان، ایشون منو معرفی کرد به آقای ژیل ژاکوب به عنوان کسی که تخصص داره راجبه سینمای ایران، و ایشون از من خواست که به تهران برم هر بار برای جشنواره فجر و فیلم ها رو انتخاب اولیه بکنم و بر مبنای اون فیلم ها اینها اون فیلم ها رو به کمیته انتخاب نهایی نشون میدن و تصمیم نهایی رو میگرفتن. به نظر شما اوج حضور افتخارآفرین سینمای ایران در جشنواره کن چه زمانی بوده؟ به نظر من در سال 1997 بود، وقتی که آقای کیارستمی نخل طلا رو بردن، که از اون موقع تا حالا هنوز دیگه به این موفقیت سینمای ایران دست پیدا نکرده. البته آدم های گوناگونی، سینماگران گوناگونی اومدن در کن از ایران و جایزه های گوناگونی هم بردن، مثل بهمن قبادی، مثل جعفر پناهی، مثل آقای فرهادی، مثل رسولوف، مثل خیلی های دیگه که تعدادشون خیلی زیاد هستن، و هر بار در بخش های مختلف کن و حتی در بخش مسابقه و غیره آقای رسولوف و غیره اینا همه بودند و جایزه های گوناگونی بردند. آقای فرهادی هم چندین جایزه برد، دیگران هم به همین شکل، ولی تنها کسی که نخل طلا رو به دست آورد فقط آقای کیارستمی بود با طعم گیلاس. موفقیت آقای کیارستمی چه تأثیری بر سینمای ایران و ایجاد امید برای جامعه هنری ایران داشت اون دوره؟ و اگه خاطره ای دارین از شبی که آقای کیارستمی نخل طلا رو برنده شدنم به ما بگید. بله، یه نکته ای که خیلی جالب بود، از سال 1992 که اولین بار بود که فیلم آقای کیارستمی رو بردیم به فستیوال کن، البته اونا انتخاب کردن، ما پیشنهاد کردیم، فرانسه و مدیای فرانسه، رسانه های فرانسه توجه خیلی خیلی ویژه‌ای به سینمای ایران کردن از سال 1992، ولی قبلش هم با فیلم های امیر نادری و غیره به هر حال سینما ایران اینجا شناخته شده بود، برای اینکه اومده و روی پرده و توی فستیوال صغاره و غیره هم جایزه گرفته بود، ولی با چند خیلی یه مرتبه ترقی بزرگی رخ داد برای سینما ایران. و از اون به بعد وقتی که آقای کیارستمی رو خیلی بهش اهمیت دادن مطبوعات فرانسه، توجه فستیوال های جهانی و به خصوص خود کن بیشتر جلب شد به سینمای ایران و دوست داشتن که فیلم هایی از آدم های گوناگون هم داشته باشن، که این اتفاق افتاد و بنابراین به نوعی سکوی پرتاب سینمای ایران از کن وسعت بیشتری پیدا کرد برای پرش جهانی. بنابراین آقای کیارستمی نقش مهمی داشت و خب توضیحاتش همه تو این کتاب اومده. از شبی که برنده جایزه شدن خاطری دارین برام تعریف کنید؟ بله،
یک ماجرایی بود که ما چند سال قبلش هم آقای کیارستمی یه فیلم در مسابقه داشتم به نام زیر درختان زیتون. معمولا به این شکلی که بعد از ظهر همون روزی که قرار جایزه رو بدن تلفن میزنن به افرادی که با اون فیلم در ارتباط هستن. مثلا به من زنگ زدن و گفتن امشب حتما با لباس بیاید توی مراسم. وقتی که اینا میگن یعنی که حتما یک جایزه تو کار هست. بنابراین ما رفتیم با آقای کیارستمی و غیره و اون شب جایزه ای نبرد فیلم زیر درختان زیتون. سالی بود که تارانتینو جایزه بزرگ رو برد و بقیه هم جایزه های دیگه. دفعه بعد 2 3 سال بعدش که فیلم باز توی مسابقه بود مال آقای کیارستمی، بهش گفتم که عباس آقا به ما زنگ زدن که امشب بریم. گفت نه دیگه فایده نداره، برای اینکه اون دفعه هم همینه به ما گفتن رفتیم و جایزه نبردیم. گفتم نه امشب مثل که جدیتره، بیا لباسو بپوشیم و بریم. بالاخره سوار شدیم، سوار ماشین مخصوص فستیوال شدیم و رفتیم و دیگه خیلی باشکوه بود و جایزه ها همطور که میدونین از آخر شروع میشه، یعنی جایزه نهایی رو اون آخر آخر میگن، یعنی اول جای کوچیکا رو میگن و ماه دیدیم هیچ خبری نیست. رفت یه لحظه آقای کیارستمی به من گفته محمد مثل که خبری نیست. گفتم بشین همین که نخل طلا رو اعلان نکردم. و اون موقع نخل طلا رو اعلان کردن که دیگه خیلی خوب شد، موقعیت عالی پیش اومد. الان وضعیت سیاسی و اجتماعی کن در مقایسه با اون سالها چه تغییر کرده به نظرتون برای سینمای ایران؟ تو دهه های قبل چقدر علاقه خود آقای ژیل جاکوب تاثیر داشت در حضور سینمای ایران و آیا این تغییر کرده بعد از اینکه ایشون از مدیریت کنارگیری کردن؟ بله مدت هاش که خب آقای ژیل جاکوب دیگه نیست و الان ایشون مسن 94 سالشه و به اصطلاح ریاست کن رو داد به نفر بعدی آقای پیر لسکور که اونم عوض شد. الان یه خانومی هستش که ایشون ریاست چیز داره، ولی اساسا دلگه جنرال یعنی دبیر کل آقای تیری فرمو هست که فیلم ها رو انتخاب میکنه و نوع سیاست ها و اینها. آقای تیری فرمو هم یه مقدار سلیقه تجاریش بیشتر از آقای ژیل ژاکوب ایناست، ولی با این حال شورایی که اطراف این هستند و فیلم انتخاب میکنن و اونها در واقع فیلم ها رو اول میبینن، اونها همچنان سعی میکنن که فیلم های هنری تا اونجایی که بشه بیشتر در کن باشه. کما اینکه همین سالی که گذشت چند تا فیلم درخشانی توی فستیوال کن بود، از جمله آناتومی یک سقوط از فرانسه که جایزه نخل طلا برد و از اون موقع که این نخل طلا رو برده تا الان همینطور این فیلم در دنیا داره جایزه های گوناگون میگیره، هم در کشورهای گوناگون به نمایش عمومی در اومده، تو آمریکا فروش خیلی خوبی داشته، کلی هم جایزه برده، هم چند شب پیش هم جایزه 2 تا جایزه توی گلدن گلوب برد توی آمریکا و بقیه جایزه ها، و توی فرانسه هم فروشش خیلی عالی بوده. تا الان 1,300,000 تماشاگر داشته که برای فیلم فرانسوی خیلی بزرگه. البته فیلم های کمدی هم فروش میکنن خیلی، ولی فیلم کمدی نیست، یه فیلم اجتماعی است و فیلم یک کمی سختم هست. بنابراین از این زاویه خیلی حضور در جشنواره کن به این فیلم خیلی کمک کرد. جشنواره بین المللی فیلم و به خصوص جشنواره کن همیشه تحت فشارم بابت اینکه تصمیماتشون سیاسیه، یعنی متأثر انتخاب فیلم ها و دادن جوایز متأثر از مسائل سیاسیه. در مورد سینما ایران هم همینطوره، چه طرفداران جمهوری اسلامی و چه مخالفان جمهوری اسلامی هر دو طرف معتقدن که کن سیاسی برخورد میکنه با سینمای ایران. شما نظرتون چیه؟ همه جشنواره های جهانی این حالت رو دارن. سیاسی ترینش فستیوال چیزه، فستیوال برلین، یعنی اساسا یک بیانیه داده بود پارسال که ما فیلم هایی که از ایران میاد رو نمیگیریم، یعنی خیال همه رو راحت کرده. بقیه یه فستیوال ها همچین صحبتی نمی کنن. ولی در هر حال بیشتر دنبال فیلم هایی هستند که اوضاع اون مملکت رو تا اونجایی که بشه در واقع یک کمی منصفانه تر نشون بدن از نظر مسائل اجتماعی.
اساسا فستیوال ها یه کمی سرشون درد میکنه برای اینکه یه چیزای متفاوت نشون بدن. حالا میتونه این چیز متفاوت هنری باشه، یه بخش عمدش هم به هر حال چیزای سیاسی اون مملکت ها. حتی در مورد خود فرانسه هم یک فیلم سیاسی رو توی فرانسه که حتی انتقاد داشته باشه از خود دولت، اینا بیشتر دوست دارن تا اینکه گل و بلبل راجبش صحبت بشه و همه چی خوبه و از این چیزها. این سیاست کلی مثلا در فستیوال ونیز هم همطور آقای آلبرتو باربرام یک آدم چپیه که خیلی به مسائل اجتماعی کشورها براش خیلی اهمیت داره، ولی نکته مهم این که بخش هنریش هم فراموش نمیکنه. یعنی صرفا به خاطر اینکه یک فیلم سیاسی انتخاب بکنه نه، ولی تعادلی سعی میکنن اینها حفظ بکنن بین این مسائل. شما پارسال که یه فیلم درخشان ایرانی هم انتخاب شد برای از بین 40 تا فیلم که یک فیلم انتخاب شد برای بخش نوعی نگاه به نام آیه های زمینی، شما نگاه بکنید فیلم بسیار با دیالوگ ابسورد این فیلم ساخته شده و خیلی هم سر و سادت با یه بودجه کمی و ربطی هم به دولت چیز نداشت، یعنی کمک های دولتی اینها نداشت، ولی فیلم مستقیم فرستاده شد دیده شده و خیلی هم دوست داشتن و انتخاب کردند و خیلی هم موفق بود در فستیوال کن. الزاماً فیلم هایی که بگیم حالا حتما سیاسیه من شخصا قبول نمی کنم، ولی باید یه ارزش و اعتباری از نظر جامعه شناسی داشته باشه برای اینا جذاب تره تا یه فیلم که راجع به هیچی هیچ حرفی نداره.